خب بسم الله الرحمن الرحیم. بعد از کلی استرس جلسه امروز هم شروع کنیم با امید خدا که همه چی خوب پیش میره و به خوبی این جلسه رو برگزار میکنیم. فکر کنم نیاز به زیاد معرفی نباشه. من سید محمد حسین جعفری هم، همه منو به سید جعفری میشناسن. تو شرکت اتوبان برلین کار میکنم. بعد همین، امروز هم میخواییم راجع به دگر صحبت کنیم و پیاده سازی های مختلفی که برای دگر وجود داره. این ارائه خیلی ذهن من درگیر کرده بود، خیلی دوست داشتم زودتر یه همچین ارائه بدم. علتش هم این بود که خیلی ها مثل خودم هنوز درگیر دگریم، هنوز خیلی وقتا میخواییم که تازه شروع کنیم، میخواییم یاد بگیریم یا یه فیچر جدیدی اومده میخواییم یادش بگیریم، یا باز مثل مثال خودم وارد شرکت جدیدی میشیم و یه پیاده سازی های قدیمی وجود داره یا پیاده سازی جدیدی وجود داره که زیاد مناسب نیستن. حالا من میخوام تو این جلسه تا جایی که میشه این پیاده سازی ها رو بشکنیمش، با همدیگه راجبش صحبت کنیم، اونایی که بعدن رو تغییر بدیم و سعی کنیم یه پیاده سازی استانداردتری رو نسبتاً از توش در بیاریم. البته یه چیزی هم همین اول قبل از اینکه شروع کنیم بگم، اونم اینه که هیچ چیزی 100% نیست، یا اصطلاحاً سیلور بولت نداریم، و اینکه باید هر چیزی رو بسنجیم و به اون مقدار براندازش کنیم. من عذرخواهی میکنم، یک لحظه من یه چیزی رو بررسی کنم ببینم میتونم کاریش کنم یا نه. الان صدای فن چطوریه؟ اگه بتونه به من بگید که صدای فن چقدر کمتر اذیت میکنه خیلی خوب میشه. من سعی کردم یه تغییر کوچیکی ایجاد کنم، نمیدونم، ولی این دستگاه خیلی صداش چی داره براش مصرف میکنه زیاده. خب بذار تغییرش بدم، یه تغییر کوچولو دیگه هم بدم. اینم بگیم عذرخواهی میکنم، من واقعا چیزای تجهیزات خیلی قوی ندارم. الان باز تغییر دادم، خروجی رو اگه نگاه کنید به من بگید خیلی خوب میشه. صدای فن، علت هم این صدای فن هم حالا به همه بگم، این الان داره 3-4 تا کار رو با هم دیگه انجام میده، استریم میکنه، یه انکود یه دونه دیگه داره ریکورد میکنه و همین دیگه. اندروید استودیو هم که خودش به تنهایی کافیه فکر میکنم. اینا بازه با هم دیگه، ایده ای ندارم الان چیکار بکنم. اگر بریم جلوتر که خوب میشه دیگه، این به من بگه الان صدا چطوریه من ادامه میدم. خب بهتر شد، خب خدا روش فکر کنم اصلا به این نیاز نباشه. عرضم به حضورتون که پاور سیوینگش نمیدونم چجوریه. خب بریم اول قضیه رو شروع کنیم. اگر میتونید این ریپوزیتوری که من لینکشو گذاشتم بگیرید و جلوتون باز باشه که فبه ها، اگر نمیتونید با من پیش برید، اگر میتونید و تواناییش رو دارید توی خود پروژه من چرخی بزنید. من یه پروژه خیلی ساده آوردم بالا با کمترین پیاده سازی ممکن، حتی تو بدنه بعضی کلاس ها برید میبینید تودو توش رها مونده، تودو خود کارتین توش رها مونده، برای اینکه اونها اصلا مهم نیست. ما فقط و فقط با خود دگر کار داریم. و یه نکته دیگه این که خیلی ها پرسیدن که گفتم مثلا با کدین یا کوین هم کار کنیم و یه صحبت کنیم، این که این جلسه فقط و فقط راجع به دگره و من راجع به هیچ موضوع دیگه نمیرسم که بگم. الان وقتمون به شدت کمه، من نزدیک 12 مورد و حداقل نوشتم که حرف بزنیم و باید حتما بهشون برسیم. مخصوصا گزینه آخر خیلی جذابه، گزینه ای که خودم خیلی دوستش دارم، این فیچر جدید دگره و امیدوارم که بهش برسیم. اولین نکته ای که پروژه جدید من باز میکنم، اگر بدونم با دگر پیاده سازی شده، اولین کاری که میکنم میرم کلاس کامپوننت اصلیشو میبینم. اینجا ما یه دونه کامپوننت بیشتر نداریم و این یه کامپوننتی که توی اپلیکیشن پیاده شده. چرا این یه کامپوننت اینجاست؟ چون پیاده سازی خیلی زیادی رو دیدم، اونایی که مخصوصا تازه دارن شروع میکنن، که یه کامپوننت میسازن برای همه کار.
اصطلاح شبیهش میشه گاد آبجکت، اینم میشه گاد کامپوننت. یعنی یه کامپوننت دارم همه کار دیگه برام میکنه، همه پرووایدرم همونجا انجام میده، همه ارزم به حضورتون که همه اینجکت هم اونجاست، اینجکشن پوینت هم اصطلاحا اونجاست و در واقع همه اتفاقاتی مربوط به دیپندنسی اینجکشن هم داره اون تو میفته. برای همینم این مثال خیلی مثال خوبیه، ولی پیاده سازی به شدت بدیه و به شدت دردسر سازه. یکی از جاهایی که ما را باعث دردسر برامون ایجاد میکنه تستینگه. من اگه الان شما اینو ببینید، ما اینجا 1 2 3 4 5 6 7 8 اینجکشن پوینت داریم. اینا رو میگم اکثرا خالیه، فقط برای دمونستریشن گذاشتم، برای نمایش گذاشتم، ولی خب این وسط من دیدم مواردی که تا 30 تا اینجکشن پوینت داشتن. خب اپلیکیشن بزرگ شده به مرور زمان و از کنترل خارج شده و به 30 تا اینجکشن پوینت رسیده. یا حالا پیاده سازی یه ذره عجیب غریب تری، اونایی که یه ذره شیطونی کردن، اونایی که اومدن اینجا اینترفیس های مختلفی رو اومدن اینجا مثلا پیاده کردن، شبیه همینه، فرقی نمیکنه. مهم اینه که این کامپوننت داره زیادی کار میکنه. حالا بریم با هم سری ماژولای سه تا ماژولم براش تعریف کردم، سری ماژولا رو ببینیم. این اپ ماژوله که معمولا ما کنار اپ کامپوننت یه اپ ماژول هم داریم. توی اپ ماژول خودم حداقل میام کانتکست رو پروواید میکنم، اگر شیر پرفرنسی باشه معمولا اونجاست. حالا ما اینجا ویو مدل فکتوری مون هم دادیم بهش، اینجا کستش کردم و یه ریپوزیتوری کلی هم برای اپلیکیشن هم دارم که خب اینجا تعریف کردم. بریم ماژول بعدی رو ببینیم. ماژول بعدی ماژول اوکیش تی پیه. تقریبا همه اپلیکیشن ها با نتورک کار میکنن و یه ای پی آی رو کار میکنن، یه داده ای رو میگیرن یا به هر حال یه نوع ارتباطی با سرور برقرار میکنن. حالا این ارتباط هم معمولا الان رایجش با اوکیش تی پی یا رپر روش رتروفیده. این ماژول هم دقیقا همون کار رو داره میکنه، میاد پروواید میکنه دیپندنسی های مورد نیاز رو و چیزایی که نیاز با ارتباط به سرور داریم و اینجا اومدم فراهم کردم. آخرین ماژول هم که ماژول دیتابیس دیگه، بالاخره یا نتورک یا دیتابیس یا مموری دیگه، ما سه تاشو سعی کردم بیارم اینجا که دیتابیس هم تقریبا خالی ترین ماژولمه فعلا و فقط دیتابیس رو پروواید میکنه که ساده ترین حالتی بود که به ذهنم میرسه. یه جایی که یه چیزی که خیلی مهمه این که بدونید همه اینا کلاس تعریف شده و نوع دیگه‌ای تعریف نشده. توی اپ کامپوننت هم که برید اینترفیس تعریف شده و این پایین دیگه بیلدر یا فکتوری چیزی دیگه نداریم، اینا رو بعداً بهش میرسیم. که این بالا هم دوتا حالا اسکوپ تعریف شده که این بالا اعمال شدن. اولین کاری که من همیشه در مقابله با همچین کدایی میکنم اینه که بیام ببینم اینجکشن ها درست انجام شدن یا نه. اینجکشن هم دو نوع داریم، یکی اونایی که میگیم این دیپندنسی رو برامون اینجا فراهم کن، به این میگن اینجک کردن. که مثلا تو کلاس نتورک اکتیویتی اگه بریم، ما داریم رتروفید رو اینجکت میکنیم، به این میگن اینجکشن پوینت. یه چیز دیگه هم داریم که هم مفهوم یا هم معنی پروواید میده، که مثلا میریم ریپوزیتوری رو اگه بریم نگاه بکنیم میبینیم مثلا کلاس ریپوزیتوریمون هم داره پروواید میشه، یا اصطلاحا کانستراکتور اینجکشن داره براش اتفاق میفته. خب اینا تا الان به ظاهر مشکلی نداره. مشکل از کجا ایجاد میشه؟ مشکل از اونجا ایجاد میشه که من میبینم الان اینجا دارم این یوزر ریپوزیتوری رو دارم پروایدش میکنم، با این ات اینجکتی که من زدم این یوزر ریپوزیتوری داره توی گراف دگر پروواید میشه. یعنی اگه کسی نیاز داشته باشه به این یوزر ریپوزیتوری که من الان یه جا دارمش، این ویو مدل نیاز داره به این یوزر ریپوزیتوری، میتونه دگر میتونه اینو شناسایی کنه و بره بیاره. اما مشکل کجاست؟ مشکل اینجاست که این یوزر ریپوزیتوری دو جا پروواید شده. یک بار یه جا که همینجا که گفتم، یعنی این کانستراکتور اینجکشن اتفاق افتاده، جای بعدی توی اپ ماژول که اگه خاطرتون باشه رفتیم دیدیم با هم دیگه، اینجا یک بار دیگه پروواید شده. خب به ظاهر اتفاق زیاد بدی نیفتاده، ما اومدیم یه کار از محکم کاریت نکنه دیگه، پیش‌فرضمون اینه، میگیم آقا دوبار بزن محض احتیاط مثل کنترل سی، ولی واقعا اینطوری نیست.
شما وقتی توی دگر به دگر دو بار میگید یه کاریو بکن، هر بار که این یه دیپندنسی رو فراهم میکنی یا پروواید میکنی اصطلاحا، این میاد یه فکتوری دورش میسازه که حالا بر اساس اون معیارهایی که داره یه فکتوری دورمون میسازه و با اون فکتوری بازی میکنه. حداقل تأثیری که این فکتوری روی کد شما داره کد بیشتره و پروژتون رو الکی بزرگتر میکنه. قدیما که چیز مالتی دکس خیلی مهم بود، این فکتوری ها خیلی اذیت میکنه، یعنی یه حدی میگذشت به مالتی دکس میخوردیم. حالا الان زیاد مهم نیست ولی الان تأثیرات دیگه میتونه داشته باشه. پس اولین کاری که باید بکنیم اینه که بیایم این فکتوری های اضافه رو پاک کنیم. حالا کدومش رو پاک کنیم؟ اینو پاک کنیم یا بریم کانستراکتور اینجکشن رو پاک کنیم؟ پیشنهاد خود مینتینرهای دگر و حالا کسایی که باش زیاد کار میکنن اینه که بر این رو پاک کنیم، یعنی اونی که توی ماژول اومدیم پروواید کردیم رو پاک کنیم. علت چیه؟ یه توضیح بدم. اینو یعنی ما کانستراکتور اینجکشن رو نگه داریم، به این صورت نگهش داریم و توی اپ ماژولمون اونجا که تو ماژول اومدیم پرووایدش کردیم و پاک کنیم و حذف کنیم. عرضم به حضورتون که حالا علت چیه، چرا میگن اونو نگه دارین نگه ندارین؟ علت اصلی اینه که شما وقتی اونجا پرووید میکنین، ببخشید اینه من داشتم اشتباه اشاره میکردم، شما وقتی اونجا پرووایدش میکنید یعنی توی این توی این لایه توی کانستراکتور اینجکشن میزنید، خود دگر میاد دیپندنسیاشو تشخیص میده و فراهم میکنه. حداقل وقتی شما میای توی اپ ماژول این کار این پرووایدر انجام میدید، مجبوری دیپندنسیا رو توی فانکشنتون توی متدتون به عنوان پارامتر بنویسید و این هزینه نگهداری رو برای شما زیاد میکنه. یکی از دلایلی که ما دگر داریم استفاده میکنیم اینه که هزینه این توسعه دیپندنسی اینجکشن رو برای ما بیاره پایین. نه هزینه این توسعه نگهداری رو بیاریمش پایین. من سعی میکنم که صدامو باز بهتر کنم چون میگن به من صدا مشکل داره که ویبره نره. چشم، گوشیمو نمیتونم کاری کنم که ویبره نره، ببخشید. چرا میتونم یه لحظه با هدفون هم الان دوباره تکرار میکنم. البته یه کار ببخشید من چند لحظه یه کار خیلی کوچیک انجام بدم، ببخشید که معطل میشید. شد اینجا بسید ساند پوردینگ. یک دو سه الان صدامو دارید، درید کمو دارید، این رو هم داشته باشید. اینو خب اصلا صداشو ندارید، بذارید ببینم میتونم اینو اینو دیزیبل اینیبل اینو نمیتونم اینو کاریش بکنم. ورودی صدام الان فقط اونه، کاریش نمیتونم بکنم. البته میتونم حالا یک بار دیگه برم روی این. الان اگه صدا بهتر شد به من بگید، ولی من فکر میکنم صدای فن هلیکوپتر من الان خیلی داره اذیت میکنه. بله من حداقل 50 دسیبل داره صدای فن لپتاپم. اگر فکر میکنید اینجوری بهتره ادامه بدیم. بریم جلو. پس ببخشید از بحث منحرف میشید، من خیلی عذرخواهی میکنم. پس هدفمون این بود که بیام دوپلیکیت پرووایدینگامون رو کم کنیم یا حذف کنیم یا کلن تا جایی که میشه از بینشون ببریم. خب این مرحله اول خیلی ساده است. من میام اینو حذفش میکنم. حالا من اینجا حذفش نمیکنم چون برنچ های بعدی اینا رو همه رو انجام دادم. میریم برنچ بعدی با هم دیگه میبینیم. عرضم به حضورتون که میریم برنچ بعدی با هم دیگه میبینیم. حالا فقط من چند تا مثال دیگه هم از روی این قضیه نشون بدم. مثلا ویو مدل فکتوری هم دوباره همین بلا براش اتفاق افتاده. میبینید که ویو مدل فکتوری بدون اینکه حتی دیپندنسی هم داشته باشه یه دور اینجا پروواید شده، یک دور دیگه باز توی اپ ماژول این رو اومدم پروایدش کردم. خب من میتونم دوباره این رو بیام حذفش بکنم.
آخرین چیزی هم که من دو بار پروواید کردم آث توکن اینترسپتوره که یه اینترسپتوره برای HTTPه. حالا اینجا اهمیت خاصی نداره ولی معمولا لایه نتورکمون نیازه که یه نوعی از آثنتیکیشن داشته باشه. این اومدم یک بار اینجا پرووایدش کردم، یک بارم توی کلاس HTTP اومدم پرووایدش کردم با همون تایپ. این خیلی مهمه که تایپش همونه. اینجا ببینید شما اگه کیفیت تصویر خوب باشه میبینید که تایپ من یکیه. حالا خب من این مشکلات رو برطرف میکنم، با هم میریم برنچ شماره یک که خب من اینا رو حذفش کردم. الان اگه بریم اپ ماژول رو دوباره با هم دیگه ببینیم میبینید که اون فکتوری رو حذف کردم و دیگه نیستش اینجا و تنها چیزی که وجود داره توی همون قسمتی که دارم میسازم، یعنی کانستراکتور اینجکشن داره اتفاق میفته. عرضم به حضورتون که پس این کار رو انجام دادیم. بریم ببینیم مرحله بعدی کارمون چیه. نکته بعدی اینه که بعضی ها میان روی بیس کلاس هاشون هم میان اینجکت میزنن. حالا توی اکتیویتی رو ما معمولا این کار رو نمی کنیم ولی دیدم میان اونایی که توی مثلا کلاس های بیسشون هم میان این کار رو میکنن. این کار اولا که جدیدن خدا رو شکر خود دگر اومده جلوش گرفته و دیگه شما نمیتونید، ولی اگه هم این کارو میتونستید قبلا انجام بدید فقط سربار زیادی داره. یعنی اگه جایی رو میبینید تو پروژهتون به علت قدیمی بودن پروژه و به علت قدیمی بودن دگر اطلاع بهتون نمیده، میتونید اینطوری برید سربار الکی رو بردارید، چون گفتم میاد فکتوری درست میکنه و داستانای این شکلی. یه نکته دیگه که خیلی مهمه، البته زیاد ربطی به دگر نداره ولی خب چون زیاد دیدم تکرار میشه گفتم بد نیست اینجا هم بگمش. خیلی وقتا میایم ویو مدلامون هم اینجکت میکنیم، میگیم خیلی خوبه بیایم اینجا اینجکتش کنیم. این خوبه، این اشکالی نداره. من حتی یه بلاگ پست هم راجع به این قضیه نوشتم که چجوری اینو مستقیم بیاریم توی ویو هامون اینجکتش کنیم. ولی ویو مدل ها اینجوری کار نمیکنن که ما بیایم توی ببخشید بعد برگردم برنچ قبلیم لیست اکتیویتی. ولی ویو مدل ها اونجوری کار نمی کنن که ما بیایم اینجا اینجوری اینجکتشون کنیم. حواستون باشه اگر اینجوری اینجکت کنیم اون توانایی سوپر ابیلیتی این ویو مدل ها رو از دست میده. یعنی کانفیگوریشن چینج اگه اتفاق بیفته این ویو مدل هم باشه از بین میده. بعد راه درست ساخت ویو مدل طی بشه که حالا من توی برنچ یک برید ببینید یه نمونه ساده از این راهو که هم بتونید اینجکتش کنید هم بتونید درست پرووایدش کنید پیاده سازی کردم. نکته آخر، اگر نکته آخر باشه برمیگردیم. اول من همین ویو مدل رو نشون بدم که اینجوری من اومدم دورش زدم، یعنی اصطلاحاً یا رپش کردم. اگه ببینید من اینجا دارم در واقع هنوز از دگر استفاده میکنم برای پروواید کردن اون ویو مدل، ولی این آبجکتی که من اینجا دارم آبجکت درستیه و درست ساخته شده. زیاد بیشتر از این روی این وقت نمیذارم، بریم رو موضوع بحث اصلیمون. یه نکته دیگه که خود دگر باز زیاد ربطی به دگر نداره ولی خب دگر رو داریم براش استفاده میکنیم، یادمون نره دگر یه ابزاری روی دیپندنسی اینجکشن. سالید یه اصلی داره به نام دیپندنسی اینورژن. یعنی چی؟ یعنی ما تا جایی که میتونیم روی ابسترکت هامون دیپند بشیم و با ابسترکت هامون کدمون رو جلو ببریم نه روی پیاده سازی هامون. مثالش کجاست؟ مثالش مثلا ریپوزیتوری مونه. خیلی وقتا ما میایم فقط یه دونه کلاس ریپوزیتوری میسازیم بدون اینکه از چیزی اکستند بکنه و اون کلاس ریپوزیتوری رو میایم اینجکتش میکنیم مثلا توی ویو مدلمون. خب به ظاهر مشکلی نداره، این اشکالی نداره، ولی ما این دیپندنسی اینجکشن یا این کتابخونه دگر رو داریم برای همین کارا، برای مدیریت همین کارا استفاده میکنیم. خب پس بهتره که اینا رو هم رعایت بکنیم. سعی کنید تا جایی که ممکنه ابستراکت ترین کلاسی که میتونید رو بردارید و اینجکتش کنید. مثلا من اینجا میتونستم یوزر ریپوزیتوری ایمپلیمنتیشن رو اینجکت کنم، میتونستم یوزر ریپوزیتوری رو ایمپلیمنتش کنم. کدوم بهتره؟ 100% این بهتره. یکی از منافع دیگه ای هم که داره
اگر پیداش بکنم. یکی از چیزهای دیگه‌ای که داره که خیلی مهمه، شما اگه بخواید این کلاس لیست ویو مدل رو تست بکنید، مجبورید فقط ریپوزیتوری واقعی رو بهش پاس بدید، یعنی ریپوزیتوری که کد پیاده کد توش داره. اما اگه اینترفیستون رو بهش پاس داده باشید، میتونید توی تست یه ریپوزیتوری فیک پیاده سازی کنید و بهش پاس بدید. رد شیم از این موضوع. یه نکته دیگه که خیلی مهمه، Network User Activity. مثلا باز من اینجا اومدم رتروفید رو اینجا کردم، ولی در واقع من رتروفید رو نیاز ندارم تو این کلاس. من اگه بخوام استفاده کنم، البته میدونم ما دیگه توی اکتیویتی نمیایم رتروفید اینجکت کنیم انشاءالله، ولی اگه بخوایم رتروفید رو هم استفاده بکنیم و اینجکت بکنیم، به کارمون نمیاد، چون رتروفید خودش کار خاصی برامون نمیاد. اون سرویس هایی که رتروفید برامون میسازه مورد نیازه. من اینجا یه سرویس خیلی ساده دارم که حالا یه یوزر ای پی آی یه فانکشن هم داره. این کلاس یوزر ای پی آیه که به کار من میاد. یعنی اگه من میخوام پروواید کنم یا اینجکت کنم، بهتره که این رو اینجکت کنم، نه خود رتروفیدو. حالا نگاه کنید، باز ما داریم یه چیزی رو، یه دیپندنسی رو داریم میسازیم. قرار بود همه ساختنا رو بسپاریم به ابزار دیپندنسی اینجکشنمون دیگه. پس بهتره که من یوزر ای پی آی رو اینجا اینجکت کنم. حالا برای نیازه که برای یوزر ای پی آی رو من چون قبلا پرووایدش نکردم، اینجا آخرین چیزی که دارم رتروفیده، بعد بیام یوزر ای پی آی هم اینجا پرووید بکنم، که خب امیدوارم خودتون انجام داده باشید. البته تو برنچ شماره دو که برید ببینید، من این کارو کردم. تا قبل از اینکه بریم، آخرین نکته رو هم بگم. توی ریپوزیتوریمون هم من این رعایت نکرده بودم. من اینجا اومدم دوباره دیتابیس رو اینجکت کردم، در صورتی که میتونستم داوم رو اینجکت کنم. این داو اگه بد صدا میاد باو نیست، داوه. میتونستم مستقیم این رو ببرم اینجا و این رو به عنوان دیپندنسی کلاس یوزر ریپوزیتوری این پل در نظر بگیرم، که خب درستش هم همین بود. حالا اگه ما بریم آخرین نکته از این قسمت هم ببینیم، یه لطفی به خودتون بکنید. همون اولی که دارید پروژه رو میسازید یا اگه دارید ریفکتور میکنید، اولین چیزایی که تغییر بدید این که توی بیس کلاساتون اینجکت نکنید. خیلی خیلی اذیت میکنه، مخصوصا بیس کلاسایی که اون پایینن و تغییر دادنشون سخته. فرض کنید شما میخواید الان میخوام بیس اکتیویتی رو یه جوری دیگه پیاده کنم، اصلا دیگه نیاز به ویو مدل فکتوری ندارم. وقتی میخوام از این بیس اکتیویتی استفاده کنم یا تست کنم، حتما مجبورم یه ویو مدل فکتوری الکی درست کنم، با این که حتی این بیس اکتیویتی هیچ جا از این استفاده نکرده. کلاسی هم که دارم ازش ارث میبرم، مثل کلاس مین اکتیویتی که حالا مثلا یه کلاس جدید داره توسعه پیدا میکنه، هیچ جایی از این ویو مدل فکتوری استفاده نکرده. و اون اینجکتی که من اون بالا زدم، دگر منو مجبور میکنه من اونو پرووایدش کنم. پس به خودتون لطف کنین، همون اول اگر میخواین بیس اکتیویتی که یه پارامتر داشته باشه، روش اینجکت نزنید. اینجکت رو بیارین توی کلاس های چایلدش بزنید و ریفکتور آینده خودتون رو ساده تر کنید. حالا بریم اینا رو ببینیم چه جوری اعمال میشن سریع تر. همین بیس اکتیویتی رو من ابسترکتش کردم و اون کلاسی که داره ازش ارث میبره که الان مین اکتیویتی من باشه، نیاز داشته بهش، اومده اینو اوورایدش کرده و اینجکت روش زده. و کلاس های دیگه این اکتیویتی مثل نتورک اکتیویتی من حالا اصلا نیازی نداشتن به اون بیس اکتیویتی و کلن دیگه از بیس اکتیویتی ارث نبردن. اگه یادتون باشه گفتم که بهتره که یوزر ای پی آی رو اینجکت کنیم، یعنی سرویس ازاها رو اینجکت کنیم، که خب من اومدم اینجا اینم درستش کردم. و آخرین گزینم هم ویو مدل هم بود که اومدم به جای یوزر ریپوزیتوری ایمپل، اومدم خود یوزر ریپوزیتوری رو توی ویو مدل اینجکت کردم. یه کار دیگه که خیلی مهمه داشته باشیم، من نیاوردمش دیگه اینجا، سعی کنید تو گراف دگرتون، گراف آبجکت دگرتون پریمیتیو پروواید نکنید. پریمیتیو ها چیا بودن؟ استرینگ، اینتیجر، لانگ، دابل، فلوت. این پنجتا اگه از کر و اینا هستن، حالا من این پنجتا تو ذهنم بود، اینا رو پروواید نکنید.
حتی اگه میخواید روش کوالیفایر بزنید اینا سمن، اذیت میکنن، جلوتر که برید به بنبست میخورید. منو خیلی اذیت کردم، توصیه میکنم شما هم نکن. اگه هم میخواید بکنید، واقعا فکر میکنید نیازه و کار خوبیه براتون، حتما اسکوپ خیلی محدودی بهش بدید و حتما کوالیفایر بهش بدید و بدون کوالیفایر نذارید کسی بهش دسترسی داشته باشه. بریم به بحث شیرین اسکوپ ها. اسکوپ ها خیلی ساده بخوایم راجع به اسکوپ حرف بزنیم، اول بگیم اسکوپ چیه. اسکوپ لایف سایکل یه آبجکت توی گراف دگره. این ساده ترین توضیحی که من میتونم بهش پیدا کنم، یعنی که به این کامپوننت میگه این آبجکتی که من پروواید کردم برای شما تا این مدت زمان زنده است، از اینجا به بعد بکشش یا از یکی دیگه استفاده کن. حالا بریم ببینیم کجا به کار میرن. یه اسکوپ ساده هم ببینیم، اپ اسکوپ. اینجوری یه دون میتونید اسکوپ بسازید برای خودتون، اصلا چیز شاخودمداری نیست، خیلی ساده است. یه اسکوپ ساده ساختم، اپ اسکوپ، اینو زدم بالاش، ران، حالا ریتنشن که مهمه، و یه انوتیشن اسکوپ که دگر فقط میفهمه این چیه. خدای من، بریم سراغ حالا از این اسکوپ چجوری استفاده میشه. شما وقتی کامپوننتتون رو تولید میکنید، اپ کامپوننت میسازید، کافی فقط بالاش اسکوپتون رو بزنید، که من الان اونجا اومدم میتونید به تعداد نامعلومی اسکوپ بزنید. من اینجا دوتا نیاز داشتم، اومدم دوتا رو زدم، یکیش اپ اسکوپ بود که خودم ساختم، یکی دیگه سینگلتون بود. سینگلتون هم یه نگاهی بندازیم، سینگلتون هم دقیقاً همون طریقی ساخته شده که ما ساخته شدیم، ولی یه تفاوت استثنایی به خودش داره. سینگلتون بازترین اسکوپ موجوده، بعداً راجع به این توضیح میدم، فقط بدونید که سینگلتون یه استثنایی، ولی توی کدی که خروجی میدن هیچ فرقی با هم دیگه ندارن. یعنی من اگه اسکوپ بندیم، چه با اپ اسکوپ باشه چه با سینگلتون، هیچ تفاوتی با هم دیگه ندارن. نیم ساعت از وقتمون رفت. پس ما فهمیدیم که اسکوپ ها چی هن، چی جوری کار میکنن. حالا بریم ببینیم چی جوری میتونیم یه آبجکت رو توی دگر به دگر بفهمونیم این آبجکت اسکوپش اینه. خیلی ساده است. شما میایید اگه OKHTP ماژول رو باز کنید، نه ببخشید، اپ ماژول رو باز بکنید، میبینید که اینجا همه چیز اسکوپ داره. یعنی من اومدم بالای تک تک اینها مخصوصا اسکوپ زدم. این به دگر چی میگه؟ الان من سینگلتونی که زدم به دگر میگه که ببینید سینگلتون رو من یک بار اینجا زدم، یک بار دوباره تکرار میکنم توی اپ کامپوننت اومدم زدم. این یعنی چی؟ این به دگر میگه که من این ویو مدل فکتوری که دارم اینجا پرووایدش میکنم، ببخشید من چند لحظه وقت میدم،